کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. مطالعاتی در باب هیستوری نوشته زیگموند فروید. در این کتاب از مفاهیم عمده‌ای همچون روانپریشی، مقاومت بیمار در برابر روند درمان، ذهن ناخودآگاه و قدرت غرایز سخن به میان آمده است. صفحه 39، مقدمه چاپ اول. در 1893 ما پیام مقدماتی را در باب شیوه جدید بررسی و مداوای پدیده‌های هیستریک منتشر کردیم. پاورقی 1، در باب سازوکار روانی پدیده‌های هیستریک. ادامه متن کتاب. ما نتایج نظری را که با آنها رسیده بودیم نیز تا حد امکان به شکل موجز و خلاصه به این متن افزودیم. حال این پیام مقدماتی را در قالب نظریه عرضه می کنیم که قصدمان تشریح و اثبات آن است. ما مجموعه شرح حالها را نیز زمینه این متن کرده ایم. مجموعه‌ای که متاسفانه نحوه گزینش آنها را نمی شد صرفا بر اساس دلایل علمی تعیین کرد. تجربه محصل فعالیت شخصی من در میان طبقه تحصیل کرده و باسواد جامعه است و مضامینی که با آنها می پردازیم اغلب به خصوصی ترین لایه از زندگی و سرگذشت بیماران ما مربوط می شود. منتشر کردن این گونه مطالب پشت پای بزرگ به اعتماد بیماران خواهد بود و این خطر را در پی دارد که این بیماران شناخته شوند و آشنایانشان از واقعیت‌های آگاه شوند که بیماران در نهایت اعتماد فقط با پزشکشان در میان گذاشتند. بنابراین ما این امکان را نداشتیم که از بعضی از آموزنده‌ترین و متقاعدکننده‌ترین مشاهداتمان استفاده کنیم. این امر به خصوص در مورد تمام مواردی که در آنها روابط زناشویی و جنسی در ایجاد بیماری‌ها نقش سبب شناختی مهمی داشته‌اند صادق است. صفحه 40. در نتیجه ما فقط می توانیم شواهدی ناکامل در اثبات صحت نگرشمان ارائه کنیم. این نگرش که جنسیت در زایش هیستری با عنوان آسیب روانی و انگیزه‌ای برای دفاع نقش عمده ای ایفا می کند. دفاع به معنای واپس دادن بعضی از ایده ها از حیطه خودآگاهی. دقیقاً آن بخش از مشاهداتمان که ماهیت اینچنینی داشتند به صلاح دید ما منتشر نشدند. در پی شرح حال‌ها تعمقاتی نظری مطرح شدند و در فصل پایانی در باب درمانشناسی تکنیک شیوه پالایشی مطرح شده، درست همان گونه که توسط عصب‌شناس پرورده شده است. تأیید نظریه‌های گاهن متباین و حتی متضاد را نباید به حساب تزلزل و نوسان در نگرش‌های ما گذاشت. دلیل این امر تفاوت‌های طبیعی و موجه میان نظرات دو ناظر است که در مورد واقعیت‌ها و در باب خوانش اساسیشان از آن واقعیت‌ها با هم توافق نظر دارند، اما به لحاظ تفسیرها و حدس و فرض‌هایشان گاه مسیر خاص خود را می‌روند. ای برونه، ز فروید، آوریل 1895. صفحه 41، مقدمه چاپ دوم. گویا توجه روزافزون به روانکاوی حال شامل مطالعاتی در باب هیستری نیز شده است. ناشر مایل است این اثر را که در حال حاضر نایاب شده است مجدداً چاپ کند. این کتاب تجدید چاپ شده است بدون هیچ تغییری، اما نظریه ها و شیوه هایی که در چاپ اول این اثر مطرح شدند
حال دستخوش تحولاتی فراگیر و عمیق گشتند. خود من شخصا از آن زمان به بعد به شکل فعالانه به این موضوع نپرداختم. من در روند بست مهم این موضوع نقش نداشتم و حال نمیتوانم به متن اصلی چاپ شده در 1895 مطلب تازه‌ای اضافه کنم. بنابراین تنها خواستم این بوده که دو مطلب من در این کتاب بدون هیچ تغییری تجدید چاپ شوند. بروئر. تا آنجا که به سهم من در این کتاب مربوط می شود، تنها تصمیم ممکن این بوده که متن چاپ نخست این اثر بدون تغییر تجدید چاپ شود. تغییر و تحول نظرهای من در طول این 13 سال کار چنان وسیع و گسترده بوده که نمی توانم این نظریه ها را بدون نابود کردن و قلب کردن ماهیت آنها به مطالب اولیه اضافه کنم. من به هیچ وجه مایل نیستم که این سنت را در باب نظریه های آغازینم محو کنم. حتی امروز نیز این متون را فرض های آغازین بسیار ارزشمند تلقی می کنم که فقط با تلاش های طولانی و مستمر می توان به کنه معنایشان دست یافت. خواننده هوشیار می تواند در کتاب حاضر ریشه های تمام مطالبی را که از آن زمان به نظریه پالایش افزوده شده اند ردیابی کند. برای مثال نقش عوامل جنسی روانی و کودک ماندگی و اهمیت رویاها و نمادگرایی ناخودآگاهانه. و بهترین توصیه هم به کسانی که به روند تکامل نظریه پالایش و تبدیلش به روانکاوی علاقه دارند این است که کارشان را با مطالعه مطالعاتی در باب هیستری آغاز کنند و به این شکل همان راهی را بپیمایند که خود من پیمودم. فروید، وین، ژوئیه 1908. صفحه 43. 1. در باب سازوکار روانی پدیده‌های هیستریک. پیام مقدماتی پرانتز 1893 پرانتز بسته بالای پرانتز نوشته شده 2. بروئر و فروید. پاورقی 1. تمامی اعداد توک در پایان حرف از توضیح داده شده است. ادامه متن کتاب. مشاهده غیر منتظره ما را بران داشته که چندین سال در باب دامنه متنوع و گسترده از اشکال و نشانه های هیستری تحقیق کنیم، با این هدف که عامل و سبب ساز آن را کشف کنیم، یعنی رخدادی که اغلب در سالیان دور برای اولین بار موجب بروز پدیده مد نظر شده است. در اکثر غریب به اتفاق موارد نمیتوان با روند ساده سوال و جواب از بیمار به منشأ بیماری رسید، حتی با کامل ترین سوال و جواب ها. دلیل این هم تا حدی این است که مسئله مد نظر معمولا تجربه است که بیمار دوست ندارد در موردش حرف بزند، اما دلیل اساسیش این است که بیمار به راستی نمیتواند آن رخداد آغازین را به خاطر بیاورد و اغلب از رابطه علی میان آن رخداد سبب ساز و پدیده آسیب شناختی چیزی نمیداند. شیوه ضروری در این موارد همواره این است که بیمار هیپنوتیزم شود و در حالت خواب مصنوعی خاطرات دوره نخستین نمود نشانه بیماری در ذهنش زنده شود. صفحه 44. با انجام دادن این کار امکان روشن کردن این ارتباط به شکل کاملا روشن و قانع کننده ایجاد می شود. این شیوه معاینه در بسیاری از موارد نتایج ارزشمندی به دست داده است، هم از دیدگاه نظری و هم از نظرگاه عملی. ارزش نظری این نتایج در این است که به ما آموختن که رخدادهای عینی و بیرونی به مراتب بیش از آنچه ما میدانیم و پذیرفته ایم در آسیب شناسی هیستری تعیین کننده هستند. کاملا بدیهی است که در موارد هیستری آسیبزا آنچه موجب بروز نشانه ها می شود حادثه آغازین است، وقتی بتوان از گفته های بیمار استنتاج کرد که در هر حمله در مورد همان رخداد دچار توهم می شود که موجب بروز نخستین حمله شده است، آنگاه ارتباط علی حملات نیز روشن می شود. در مورد پدیده‌های دیگر وضعیت مبهم‌تر است. اما تجارب ما نشان دادند که گوناگون ترین نشانه ها که ظاهرا همزمان هستند و می توان آنها را نتایج ناشناخته هیستری قلمداد کرد، درست مانند پدیده هایی که همکنون با آنها اشاره کرده این و روشنگر این ارتباطن، با آسیب سبب ساز اولیه ارتباط تنگاتنگی دارند. نشانه هایی که ما توانستیم ردشان را تا عوامل سبب ساز این چنینی پیگیری کنیم شامل عصب درد و بیهوشی های بسیار متنوع که بسیاری از آنها چندین سال ادامه یافته بودند، انقباض ها و فلج ها، حملات هیستریک و تشنج های سرعی که شاهدان آنها را سر محسوب می کردند، سرع کوچک و اختلالاتی در رده پرش عضلاتیک، تحول بی اشتهایی مزمن تا حد سرباز زدن از خوردن غذا، انواع اختلالات دیداری، توهم های بصری مکرر و پیوسته و غیره می شوند. آنچه ما همواره در روان رنجورهای آسیبزا میابیم، عدم تناسب میان تداوم چندین و چند ساله نشانه هیستری با اتفاق واحدی بود که موجب بروز این نشانه می شد. در اکثر غریب به اتفاق موارد، این اتفاق در واقع رخدادی است در دوران کودکی فرد که موجب شکلگیری نشانه کم و بیش شدید می شود، نشانه‌ای که در سالیان آتی زندگی شخص استمرار می یابد. این ارتباط اغلب چنان روشن است که چگونگی ایجاد این پدیده به واسطه رخداد سببساز کاملا آشکار می شود. در این صورت نشانه بیماری به وضوح بر حسب عوامل سببساز تعیین شده است. صفحه 45. می توانیم مثالی بسیار عادی و رایج را مطرح کنیم.
هیجان دردناکی که حین صرف غذا پدید می آید، اما در آن لحظه سرکوب می شود و سپس دلاشوبه و تهوعی ایجاد می کند که به شکل استفراغ و تهوع هیستریک دوام و استمرار می یابد. دختری که در اوج اضطراب کنار بستر بیمار به تماشا ایستاده بود، دچار حالت شفق شد. 3. و توهم وحشتناکی دید و همزمان بازوی راستش که روی صندلی پشتی قرار گرفته بود، بی‌حس شد و خواب رفت. همین اتفاق منشأ ایجاد فلج ناقص همان بازو به علاوه انقباض و بیهوشی شد. این دختر سعی کرد دعا کند، اما هیچ کلمه‌ای به ذهنش نمی‌رسید. عاقبت موفق شد دعای کودکانه را به زبان انگلیسی تکرار کند. پس از آنکه هیستری شدید و فوق‌العاده پیچیده آغاز شد، این دختر فقط می‌توانست به زبان انگلیسی حرف بزند و بنویسد و درک کند، حالا که زبان مادریش به مدت 18 ماه برایش کاملاً گنگ و نامفهوم بود. 4. مادر فرزندی بسیار بیمار که سرانجام خوابش برده بود، تمام اراده‌اش را جمع کرد تا آرام و بدون سر و صدا سر جایش بماند تا مبادا خواب فرزندش را آشفته کند. او دقیقاً با همین نیت با زبان خود صدایی درآورد. پرانتز نمونه از تقابل هیستریک با اراده. پرانتز بسته. این صدا در مورد مشابه دیگری که این زن مایل به سکوت مطلق را حفظ کند تکرار شد. بر همین اساس در این زن نوعی تیک به شکل تولید صدا با زبان به وجود آمد و تا سالیان سال هر بار که بیمار هیجان زده می شد این تیک نیز تکرار می شد. 5. مردی به دلیل کوتاهی مفصل باز هم برای جراحی بیهوش شد و برادرش بر بالین او حاضر شد. وقتی که مفصل بیمار با صدای بلند شکسته شد، این برادر در مفصل بازان خودش دردی بسیار شدید احساس کرد. دردی که حدوداً یک سال او را رها نکرد. می توان مثال‌های بیشتری آورد. در موارد دیگر این ارتباط چندان ساده نیست، چون ارتباط صرفاً متضمن چیزی است که می توان آن را رابطه نمادین میان عامل سبب ساز و پدیده آسیب شناختی نامید. رابطه‌ای که افراد بهره‌مند از سلامتی در عالم رویا با آن شکل می دهند. برای مثال عصب درد ممکن است نتیجه درد ذهنی باشد یا حالت تهوع حاصل احساس انزجار اخلاقی. ما بیمارانی را مورد بررسی قرار دادیم که از این نوع نمادپردازی بسیار زیاد استفاده می‌کردند. 6. و حتی در موارد دیگر نمی‌توان در نگاه نخست درک کرد که این ارتباطات به شیوه‌ای که ما مطرح کرده‌ایم چگونه قابل تشخیص و تعیینند. صفحه 46. دقیقاً نشانه‌های نوعی و معمولی هیستری در همین گروه اخیر دسته‌بندی می‌شوند، مانند حالت نیمه بیهوشی، تنگ شدن میدان دید، تشنج‌های سرگونه و غیره و غیره. شرح دیدگاه‌های ما در باب این دسته از نشانه‌ها بماند برای زمانی که در مورد این موضوع به شکل مفصل‌تر بحث می‌کنیم. مشاهدات اینچنینی به نظر ما میان بیماریزایی هیستری معمولی و بیماریزایی روان‌رنجوری‌های آسیب‌شناختی نوعی قیاس به دست می‌دهند و بست و گسترش مفهوم هیستری آسیب‌شناختی را ضروری می‌کنند. در روان‌رنجوری‌های آسیب‌زا عامل بیماری آسیب جسمانی جزئی نیست، بلکه عاطفه هول است. 7. یعنی آسیب روانی. تحقیقات ما به شیوه مشابه، اگر نگوییم در اکثر نشانه‌های هیستریک، دستکم در بسیاری از آنها عوامل سبب‌سازی را نشان می‌دهند که فقط می‌توان آنها را به عنوان آسیب‌های روانی توصیف کرد. هر تجربه‌ای که برانگیزنده عواطف ناگوار باشد، مانند هول، استراب، شرم یا درد جسمانی، ممکن است عملکردی مانند آسیب‌های اینچنینی داشته باشد. و اینکه آیا این تجربه واقعاً چنین عملکردی دارد یا نه، طبیعتاً به حساسیت و آسیب‌پذیری فردی که تحت تأثیر این تجربه قرار می‌گیرد و نیز به شرط دیگری که بعداً با آن خواهیم پرداخت بستگی دارد. در مورد هیستری معمولی، این که به جای یک آسیب واحد عمده با چند آسیب سهمی روبرو شویم که در مجموع یک گروه از عوامل تحریک کننده را تشکیل می‌دهند، چندان غیر معمول نیست. 8. این عوامل فقط با روند تراکم توانستند تأثیر آسیب‌زا ایجاد کنند و از این لحاظ که تا حدی مؤلفه‌های یک داستان واحد رنج و درد هستند به همدیگر مربوطند. موارد دیگری هم وجود دارند که ضمن آنها وضعیتی ظاهراً پیش پا افتاده با رخدادی فعال تلفیق می شود یا اینکه اتفاق در زمانی رخ می دهد که فرد در برابر هر گونه عامل تحریک کنندهی به شدت آسیب پذیر است و به همین دلیل اتفاق مذکور به حد آسیب روانی می رسد، حدی که در شرایط معمول هرگز با آن نمی رسد، اما وقتی به این حد می رسد تداوم می یابد و ماندگار می شود. صفحه 47. اما رابطه علی آسیب روانی تعیین کننده با پدیده‌های هیستریک از سنخی نیست که بتوان گفت آسیب روانی در این میان یک عامل فتنه انگیز است که موجب رهایی و بروز نشانه می‌شود و از آن پس برای خود موجودیتی مستقل می‌یابد. بالعکس، باید فرض کنیم که آسیب روانی، یا دقیق‌تر بگوییم خاطره آسیب روانی، مانند شیء خارجی عمل می‌کند که تا مدت‌ها پس از ورودش به بدن عامل فعال باقی می‌ماند. ما گواه این مسئله را در پدیده بسیار قابل ملاحظه می‌یابیم که در این حال به یافته‌هایمان جنبه عملی مهمی می‌بخشد.
چون ما در آغاز با کمال شگفتی دریافتیم که وقتی خاطره ی حادثه پدیدآورنده نشانه و عاطفه توأم با آن را با موفقیت در ذهن فرد زنده می‌کنیم و وقتی بیمار آن حادثه را تا حد امکان با جزئیات کامل توصیف و آن حادثه را در قالب کلمات بیان می‌کند، نشانه هیستریک مربوط بلافاصله و برای همیشه محو می‌شود. یادآوری گذشته بدون دسترسی به عاطفه مرتبط تقریبا در همه موارد بی‌نتیجه خواهد بود. فرآیند روانی که در آغاز تحقق یافته است باید به واضح‌ترین شکل ممکن تکرار شود. این فرآیند باید به جایگاه آغازینش بازگردانده شود و سپس در قالب کلامی بیان شود. وقتی آنچه با آن مواجه هستیم پدیده‌های دربرگیرنده محرک‌ها هستند. پرانتز گرفتگی‌های عضلات، عصب دردها و توهمات. پرانتز بسته. این محرک‌ها یک بار دیگر با شدت و عدت تمام سر برمی‌آورند و بعد برای همیشه ناپدید و محو می‌شوند. نقصان‌های موجود در عملکرد مانند فلج و بیهوشی‌ها نیز به همین شکل رفع می‌شوند، اما بی‌تردید بدون آنکه تشدید موقتی مشکل قابل تشخیص باشد. 9. این تصور که در اینجا مسئله تلقین ناخودآگاه مطرح است قابل قبول به نظر می‌رسد. 2 نقطه، بیمار انتظار دارد که با این رویه از تحمل رنج و دردهایش فارغ شود و همین انتظار و نه بیان کلامی است که عامل مؤثر است، اما در واقع اینطور نیست. نخستین مورد اینچنینی در 1881 مورد بررسی قرار گرفت، یعنی دوره پیش تلقینی. هیستری به شدت پیچیده به همین شیوه مورد تحلیل قرار گرفت و نشانه هایی که برآمده از علل مجزا بودند به شکل جداگانه رفع شدند. این مشاهده با هیپنوتیزم توسط خود بیمار انجام شد و شاهد ماجرا به راسته شگفت زده شد. 10. صفحه 48. می توان این قول معروف را که میگوید وقتی علت رفع شود معلول هم رفع خواهد شد معکوس کرد و از این مشاهدات این گونه نتیجه گرفت که فرآیند تعیین کننده تا سالها بعد به هر شکل ممکن فعال باقی خواهد ماند، نه به شکل غیر مستقیم از طریق زنجیره‌ای از حلقه های علی مرتبط به هم، بلکه به مصابه علتی که مستقیما منشأ اثر است، درست مثل دردی روانی که در خودآگاهی فرد به هنگام هوشیاری حتی مدتی طولانی پس از وقوع اتفاق موجب ترشح غدد اشکی می شود. افراد مبتلا به هیستری اساساً از یادآوری خاطراتشان رنج می برند. 11. صفحه 48. 2. در نگاه نخست این مسئله که رخدادهای تجربه شده در گذشته های دور با چنین شدت و حدتی به عمل کرده خود ادامه می دهند خیلی شگفت انگیز به نظر می رسد. اینکه یاد و خاطره آنها در مقابل دست فرساینده زمان که سرانجام کل خاطرات ما را میروبد و محو میکند تسلیم نمی شود. ملاحظات زیل شاید این مسئله را تا حدی روشن‌تر کنند. محو شدن یک خاطره یا فراموش شدن عاطفه توأم با آن به عوامل گوناگونی بستگی دارد. مهمترین عامل این است که آیا در برابر رخدادی که موجد عاطفه متعاقب است واکنش سخت و شدیدی نشان داده شده است یا خیر. در اینجا مفهوم مد نظر ما از کلمه واکنش در واقع مجموعه بازتاب‌های ارادی و غیر ارادی از اشک ریختن تا انتقام گرفتن است که ضمن آنها همان گونه که تجربه به ما نشان داده عواطف مربوط تخلیه خواهند شد. 12. اگر این واکنش با شدت کافی شکل بگیرد آنگاه بخش عمده‌ای از بار عاطفی به وجود آمده نیز در نتیجه این واکنش ناپدید خواهد شد. کاربرد زبانشناختی به واسطه عباراتی چون خون گریه کردن و دود خشم از سر بلند شدن گواه وجود این واقعیت است، واقعیتی که هر روز شاهدش هستیم. اگر واکنش سرکوب شود عاطفه مرتبط با آن همچنان با یاد و خاطره آن رخداد مرتبط باقی خواهد ماند. صفحه 49. آسیبی که به نحوی حتی در قالب کلمات جبران یا تلافی شده است به شکل کاملا متفاوت از آسیبی که به ناچار پذیرفته شده است فرایاد آورده خواهد شد. زبان نیز در قالب پیامدهای ذهنی و فیزیکی خود این تأثیر را تشخیص می‌دهد. زبان بنابر خصلت خود آسیب را توصیف می‌کند که در دوران سکوت برای شخص حکم یک ریاضت پرانتز کرانکونگ به مفهوم تحت لفظی بیمار کردن پرانتز بسته را داشته است. واکنش فرد آسیب دیده نسبت به آسیب روانی فقط در صورتی که این واکنش کافی باشد، برای مثال انتقام، می‌تواند نقش پالایشی کامل ایفا کند. اما زبان به عنوان جایگزین کنش عمل میکند. به کمک زبان هیجان ناشی از عاطفه میتواند تخلیه شود، تقریبا با همان تأثیری که کنش دارد. 13. در موارد دیگر سخن گفتن خود نوعی بازتاب کافی است، برای مثال در قالب ماتم و زاری یا بیان رازی عذاب دهنده مانند اعتراف کردن. اگر چنین واکنشی در کار نباشد، چه با عمل و چه با کلام یا در ملایم‌ترین شکل با اشک، یاد و خاطره رخداد آسیبزا حس و حال عاطفی اولیش را حفظ خواهد کرد.
با این حال تنها شیوه مواجهه با شرایط فردی عادی که تجربه آسیب روانی دارد تخلیه هیجانی نیست. خاطره چنین آسیبی حتی وقتی که تخلیه نشده باشد به مجموعه پیچیده تداعی‌ها وارد می‌شود و در امتداد تجارب گاهن متناقض دیگر قرار می‌گیرد و سپس با ایده‌های دیگر اصلاح یا تصحیح می‌شود. برای مثال بعد از وقوع یک حادثه خاطره خطر و تکرار تعدیل شده احساس هول با خاطره آنچه متعاقبا رخ داده یعنی نجات یافتن و آگاهی از احساس امنیت فعلی در هم می‌آمیزد. اینجا نیز خاطره شخص از تأخیری که تحمل کرده است با بخشیدن ترتیبی دوباره به واقعیت‌ها با در نظر گرفتن ارزش وجودی شخص و غیره و غیره تصحیح و جبران می‌شود. به این شکل فرد عادی می‌تواند از طریق فرایند تداعی عاطفه توأم با حادثه آسیبزا را رفع کند. به این شیوه محو عواطف باید محو کلی برداشت‌ها، محو خاطرات که ما آن را فراموشی می‌نامیم و به خصوص محو ایده‌هایی را که به لحاظ بار عاطفی دیگر فعال نیستند و به تدریج از بین می‌روند نیز اضافه کنیم. از دیگر سو مشاهدات ما نشان دادند که خاطراتی که به عوامل تعیین کننده پدیده‌های هیستریک تبدیل شدند با تراوتی حیرت انگیز و با رنگ عاطفی کامل خود تا مدت‌ها به قوت خود باقی می‌مانند. صفحه 50. با این حال ما باید به واقعیت درخور توجه دیگری هم اشاره کنیم، واقعیتی که بعداً می‌توانیم به سراغ آن برگردیم و آن را توضیح دهیم. اینکه این خاطرات برعکس دیگر خاطرات بیماران در گذشته در دسترس و در اختیار آنها نیستند. بلعکس این تجارب در زمانی که بیماران به لحاظ حالت روانی در شرایط عادی هستند به کلی از لوح یاد و خاطره آنها زدوده شدند و غایبند و یا به شکلی فوق‌العاده خلاصه در حافظه بیماران نقش شدند. خاطرات آسیبزای این بیماران فقط وقتی که در حالت خواب مصنوعی مورد سؤال قرار گیرند بدون هیچ کم و کاستی و دقیقاً به همان شکل که رخ داده‌اند به یاد آورده خواهند شد. یکی از بیماران ما طی 6 ماه در خواب‌های مصنوعی تمام خاطراتی را که در روزی مشابه در سال قبل و خلال حمله شدید هیستری او را هیجان زده کرده بودند با وضوحی توهم‌گونه بازگو کرد. خاطراتی که مادر بیمار بدون اطلاع او می‌نوشت معید صحت و جامعیت گفته‌های بیمار بود. فرانت صفحه 77. بیماری دیگر تا حدی تحت تاثیر خواب مصنوعی و تا حدی در خلال حملات همزمان تمام رخدادهای دوره روانپریشی هیستریک خود را که 10 سال پیش از سر گذرانده بود و بخش اعظم آنها را تا زمان یادآوری مجددشان فراموش کرده بود مجدداً با وضوح کامل به یاد آورد و تعریف کرد. به علاوه بعضی خاطرات که به لحاظ سبب شناختی اهمیت داشتند با پیشینه 15 تا 20 سال به نحو حیرت انگیزی کامل و بیکم و کاست بودند و نیروی حسی قابل ملاحظه‌ای داشتند و وقتی مجدداً فرا یاد آورده می‌شدند مانند تجارب جدید با قدرت عاطفی بالایی عمل می‌کردند. پرانتز صفحات 226 خط تیر 228. این مسئله را فقط می‌توان با این دیدگاه توضیح داد که خاطرات مد نظر به لحاظ ارتباطشان با تمام فرآیندهای خاطره‌زدا که در بالا در موردشان بحث کرده‌ایم حالتی استثنایی دارند، یعنی به نظر می‌رسد که این خاطرات متناظرند با آسیب‌هایی که بار هیجانیشان به قدر کافی تخلیه نشدند و اگر در دلایلی که مانع این تخلیه کامل شدند کمی دقیق‌تر غور کنیم دست کم دو سری شرایط می‌یابیم که در آنها در برابر آسیب روانی واکنشی بروز داده نشده. دو نقطه در گروه نخست مواردی مطرحند که در آنها بیماران در برابر آسیب روانی واکنش نشان ندادند چون ماهیت آسیب به بیمار اجازه بروز واکنش نداده است. صفحه 51. مثل وقتی که انسان یکی از عزیزانش را از دست می‌دهد یا هنگامی که شرایط اجتماعی مانع از بروز واکنش می‌شود و یا زمانی که بیمار مایل است بعضی مسائل را به فراموشی بسپرد و به همین دلیل آمدانه آنها را از حوزه اندیشه آگاهانه خود واپس می‌زند و باز می‌دارد و سرکوب می‌کند. 14. وقتی بیمارانمان به هیپنوتیزم می‌کنیم متوجه می‌شویم که دقیقاً همین گونه مسائل ناراحت کننده به پایه و اساس پدیده‌های هیستریک تبدیل می‌شود. برای مثال روان آشفتگی های هیستریک در قدیس ها و راهبه های مسیحی و زنانی که تحت هیچ شرایطی به ارتباط جنسی تن نمی دهند و نیز بچه هایی که با اعمال نظم و ترتیب شدید بزرگ می شوند. گروه دوم شرایط به جای محتوای خاطرات بر اساس حالت های روانی بیمار در زمان تجربه کردن رخدادها تعیین می شوند. ما در شرایطی که بیمارانمان در حالت خواب مصنوعی بودند در میان دلایل بروز نشانه‌های هیستریک به ایده‌هایی برخوردیم که فی نفس چندان مهم نیستند، اما استمرار و دوامشان در گرو این واقعیت است که در حین غلبه عواطف شدیداً فلج کننده مانند هول یا در خلال حالت‌های روانی غیرعادی مانند حالت نیمه هیپنوتیک خیال پروری هیپنوتیزم توسط خود شخص و غیره آغاز شدند.
در چه این موارد آنچه موجب می شود تا بروز واکنش نسبت به رخ داد آسیبزا غیر ممکن شود، ماهیت خود حالت هاست. البته ممکن است هر دو شرایط به شکل همزمان وجود داشته باشند و اغلب نیز همین طور است. وقتی آسیب روانی فی نفس فعال در حین غالب بودن عاطفه شدیداً فلش کننده یا در حالت تغییر یافته آگاهی رخ می‌دهد، همین حالت پیش می‌آید. اما این مسئله نیز به نظر صحت دارد که در بسیاری از مردم یک آسیب روانی موجب ایجاد یکی از این حالت‌های غیرعادی می‌شود و این حالت‌ها نیز به نوبه خود بروز واکنش را غیر ممکن می‌سازند. اما این دو گروه شرایط از یک نظر با هم اشتراک دارند، اینکه آسیب‌های روانی که به واسطه بروز واکنش برطرف نشده‌اند، به مدد اعمال شیوه تداعی نیز رفع نخواهند شد. صفحه 52. در گروه نخست بیمار مصمم است که تجارب ناراحت کننده را به فراموشی بسپرد و از این رو تا حد ممکن این تجارب را از فرآیند تداعی پس می‌زند و حذف می‌کند. حالا که در گروه دوم فرآیند تداعی تحقق نمی‌یابد، چون میان حالت عادی آگاهی و حالت‌های آسیب‌شناختی که ایده‌ها طی آن ظهور می‌یابند هیچ ارتباط گسترده تداعی گونه‌ای وجود ندارد. ما خیلی زود با موقعیتی مواجه می‌شویم که در آن بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. بنابراین میتوان گفت که ایده هایی که ماهیت آسیب شناختی پیدا کرده اند با تازگی و قدرت عاطفی زیاد پابرجا ماندند، چون نه با تخلیه هیجانی رفع شدند و نه با بازسازی و یادآوری مجدد در تداعی های آزاد و بدون بازداری. صفحه 52. 3. ما شرایطی را که طبق تجاربمان موجب ایجاد پدیده های هیستریک از دل آسیب های روانی میشوند شرح داده ایم. در این راستا الزاماً از حالت‌های غیرعادی آگاهی سخن گفته‌ایم، حالت‌هایی که ایده‌های بیماریزا از دلشان سر برمی‌آورند، و بر این واقعیت تأکید کرده‌ایم که خاطره آسیب روانی فعال در حافظه طبیعی بیمار موجود نیست، بلکه باید آن را در حافظه بیمار در هنگام خواب مصنوعی جست. هر چقدر بیشتر درگیر این پدیده‌ها شده‌ایم، بیشتر به این نتیجه رسیده‌ایم که دوپارگی آگاهی که در موارد شناخته شده کلاسیک در قالب ضمیر دوگانه بسیار چشمگیر است، در هر هیستری تا حدی وجود دارد. 15 و 16. و اینکه گرایش به این گسستگی و به تبع آن نمود حالت غیرمعمول آگاهی که ما همه آنها را در ذیل اصطلاح حالت خوابگونه توصیف می‌کنیم، پدیده اساسی این روان رنجوری است. ما در باب این نظریات با بینه و برادران ژانه هم عقیده هستیم. 17. هرچند در باب یافته‌های در خور توجه آنها در مورد بیماران در حالت بیهوشی هیچ تجربه‌ای نداشته‌ایم، ما مایلیم به این نظریه آشنا که می‌گوید حالت هیپنوتیزم نوعی هیستری مصنوعی است با یک نظریه دیگر توازن ببخشیم. شالوده و شرط لازم هیستری وجود حالت‌های خوابگونه است. صفحه 53. این حالت‌های خوابگونه با همدیگر و نیز با خواب مصنوعی یک خصلت مشترک دارند، هرچند که از جهات دیگر ممکن است تفاوت‌های زیادی داشته باشند. و آن خصلت این است که ایده هایی که از دل آنها سر برمی آورند بسیار شدیدند، اما از حیطه ارتباط تداعی با مابقی محتوای آگاهی جدا افتادند. ممکن است که تداعی ها در میان این حالت های خوابگونه رخ دهند و محتوای فکریشان به این نحو ممکن است تا حد کم و بیش زیادی سازمان روانی پیدا کند. به علاوه باید فرض کرد که این حالت ها و نیز میزان گسست آنها از مابقی فرآیندهای آگاهانه درست مانند آنچه در خواب مصنوعی رخ می دهد متغیرند. حالت‌هایی که از خواب‌آلودگی خفیف تا خوابگردی و از یادآوری کامل تا یادپریشی‌های مطلق را در بر می‌گیرند. اگر حالت‌های خوابگونه اینچنینی پیش از آغاز آشکار بیماری وجود داشته باشد، خاکی را که عاطفه در آن بذر خاطره بیماریزا و پدیده‌های تنی متعاقبش را می‌پاشد، عایش می‌کنند. این مسئله معادل است با هیستری خلقی. اما ما دریافته این که آسیب روانی شدید مانند آنچه که در روان رنجوری آسیبزا رخ می‌دهد یا سرکوب سخت، برای مثال سرکوب عاطفی جنسی، ممکن است موجب دوپارگی گروه‌های از ایده‌ها شوند، حتی در افرادی که از جهات دیگر تجربه منفی نداشتند، و این همان سازوکار هیستری روانی اکتسابی است. میان دو حد نهایی این دو شق باید وجود مجموعی از عوامل را تصور کنیم که در آنها آمادگی گسستگی در فرد و شدت عاطفی آسیب روانی با هم ارتباط معکوس دارند. ما در باب مسئله ریشه این حالت‌های خوابگونه خلقی حرف تازه‌ای برای گفتن نداریم. به نظر می رسد که این حالت ها اغلب از دل خیال پروری هایی پدید می آیند که حتی در افراد سالم نیز رایجند و دوخت و دوز و کارهای اینچنینی دیگر باعث می شوند که زنان مستعد این گونه خیال پروری ها شوند. سوال هایی از این دست که چرا تداعی های آسیب شناختی که در این حالت ها ایجاد می شوند تا این حد باثباتند و چرا به مراتب بیش از تأثیر معمول ایده ها،
بر فرآیندهای تنی تأثیرگذار هستند، با مسئله کلی تأثیرگذاری تلقین‌های هیپنوتیزمی تناظر دارد. صفحه 54. مشاهدات ما در باب این موضوع مطلب یا یافته جدیدی به دست نمی‌دهند، اما همین مشاهدات روشنگر یک تناقضند. تناقض میان این قول موثق که هیستری نوعی روان رنجوری است و این واقعیت که در میان مبتلایان به هیستری میتوان افرادی را یافت که از جمله روشنفکرترین، با اراده ترین، با شخصیت ترین و نیز نقادترین انسان‌ها هستند. این تعریف در مورد افکار آنها در زمان بیداری و هوشیاری صادق است، اما این افراد در حالت خوابگونه به مفهوم متعارف کلمه عاقل نیستند، یعنی درست همان حالتی که ما در عالم رویا داریم. اما با اینکه روان رنجوری های ما در عالم رویا بر حالت بیداری ما هیچ تأثیری ندارند، باید گفت که نتایج حالت های خوابگونه در قالب نشانه های هیستریک خودشان را به زندگی ما در حالت بیداری تحمیل می کنند. صفحه 54. 4. آنچه ما در مورد نشانه‌های مزمن هیستری بیان کرده این کمابیش به طور کامل در مورد حملات هیستری مصداق دارد. همانطور که همه می‌دانند، شارکو درباره حمله هیستری عمده توصیف کلی به دست داده است، تعریفی که بر اساس آن می‌توان برای هر حمله کامل هیستری 4 مرحله برشمرد: 1. مرحله سرعی. 2. مرحله حرکت بزرگ. 3. مرحله نگرش پرشور (پرانتز مرحله توهمی) و 4. مرحله روان‌آشفتگی پایانی. شارکو (پرانتز 261 و 1887) (پرانتز بسته) تمام اشکال حمله هیستریک را که در واقع بیش از حمله عمده کامل رخ می‌دهند، از کوتاه یا بلند شدن، غیاب یا جدایی این 4 مرحله مجزا استنتاج می‌کند. توصیفی که سعی کرده‌ایم ارائه کنیم از سومین مرحله از مراحل فوق آغاز می‌شود، یعنی مرحله نگرش پرشور. این مرحله در شکل و قالبی مشخص نشانگر بازسازی توهمی خاطره ای است که در آغاز شدن هیستری نقش مهمی دارد. چه خاطره یک آسیب عمده واحد که نمونه بارزش هیستری آسیبزاست و چه خاطره مجموعه ای از آسیب‌های پاره‌ای مرتبط با هم، مانند موردی که مبنای هیستری عام است. 18. صفحه 55. یا در نهایت حمله ممکن است خاطره رخدادهایی را که به دلیل همایند شدنشان با لحظه گرایشی خاص با آسیب روانی پررنگ‌تر شده باشند زنده کند. با این حال حملاتی نیز وجود دارند که ظاهرا فقط از پدیده‌های حرکتی تشکیل شده‌اند و در آنها مرحله نگرش پرشور وجود ندارد. اگر بتوان در خلال حمله‌های مانند گرفتگی‌های متنوع و عمومی عضلانی یا خشکی خلسه‌ای یا حتی بهتر از این در خلال حمله خواب با بیمار به تفاهم رسید، یا حتی بهتر از این اگر بتوان در خواب مصنوعی حمله هیستری ایجاد کرد، مشخص می شود که در این مورد نیز یک خاطره مبنایی از آسیب روانی یا مجموعی از آسیب ها وجود دارند که معمولا در مرحله توهمی مورد توجه ما قرار می گیرند. به این ترتیب دختر بچه چندین سال دچار حمله های تشنج عمومی شد، حمله هایی که می شد آنها را حمله های سرعی تلقی کرد و به واقع حمله های سرعی نیز بودند. او به قصد تشخیص افتراقی هیپنوتیزم شد و بلافاصله دچار یکی از همان حملات شد. از او سوال شد که چه می دیده است و او پاسخ داد: سگ دارد می آید. و در واقع روشن شد که او نخستین بار پس از آنکه سگی وحشی دنبالش کرده بود دچار حمله شده بود. موفقیت آمیز بودن شیوه درمان معید نوع تشخیص بود. در مورد دیگر، کارمندی که در نتیجه رفتار ناخوشایند مافوقش دچار هیستری شده بود دستخوش حملاتی میشد که طی آنها از حال میرفت و دچار خشم فوق‌العاده شدید میشد، اما حتی یک کلمه به زبان نمی آورد یا نشانه بروز نمی داد. میشد ترتیبی داد که او در خواب مصنوعی دچار حمله شود و بیمار در خواب مصنوعی این واقعیت را فاش کرد که صحنه ای را که کارفرمایش در خیابان به او توهین کرده و با چوب دست او را زده بود به عینه می بیند. چند روز بعد بیمار برگشت و گلایه کرد که دچار حمله مشابه شده است. در این مورد در خواب مصنوعی روشن شد که او صحنه ای را که طی آن نحوه آغاز شدن بیماریش را تعریف کرده مجددا تجربه کرده است. صفحه 56. صحنه در دادگاه که او طی آن بعد از سوء رفتاری که با وی شده بود به احساس رضایت نرسیده بود. از تمام جهات دیگر نیز خاطراتی که در حملات هیستری جلوه می‌یابند یا می‌توان آنها را در ذهن فرد زنده کرد با دلایل سبب‌سازی که ما در ریشه نشانه‌های هیستری مزمن یافته‌ایم تطبیق دارند. مانند عوامل اخیر، خاطرات نهفته در پس حمله‌های هیستری با آسیب‌های روانی که از طریق تخلیه هیجانی یا کنش فکری تداعی رفع نشدند مرتبط هستند، مانند عوامل فوق. این خاطرات چه به شکل کامل و چه در قالب مؤلفه‌های اساسیشان از لوح حافظه در حالت آگاهی طبیعی خارجند و سرانجام آشکار می‌شود که به محتوای فکری حالت‌های خوابگونه آگاهی با تداعی مجدد تعلق دارند. در نهایت می‌توان آزمون
در نهایت میتوان آزمون درمانی را در مورد آنها نیز به کار بست. مشاهدات ما اغلب به ما آموختند که خاطره از این نوع که تا به حال موجب بروز حملات شده، پس از کاربرد فرایند واکنش و اصلاح از طریق تداعی در حالت خواب مصنوعی دیگر نمیتواند موجب بروز حمله شود. پدیده های حرکتی در حملات هیستری را میتوان تا حدی به مصابه واکنش های جهان شمول و مناسب نسبت به عاطفه توأم با خاطره، مانند لگد انداختن و تکان دادن بازوها که حتی نوزادان نیز انجامشان میدهند و تا حدی به مصابه تجلی مستقیم خاطرات تفسیر کرد. اما این پدیده ها نیز تا حدی مانند برچسب های هیستری که در میان نشانه های مزمن یافت میشوند به این شکل قابل توضیح نیستند. 19. به علاوه با توجه به نظریه فوق، افقی خاص و جالب رو به مسئله حملات هیستری باز می شود. این که در هیستری گروه های از ایده های نشأت گرفته از حالت های خوابگونه وجود دارند و این که پیوند تداعی این ایده ها با ایده های دیگر گسسته می شود. اما همین ایده ها در جریان تداعی با همدیگر پیوند می یابند و به این ترتیب به اصل شدیداً سازمان یافته آگاهی ثانوی شکل می دهند. اگر چنین باشد، نشانه هیستری مزمن موجب می شود که این حالت ثانوی به تحریک عصبی تنی منجر شود، تحریکی که همیشه تحت کنترل آگاهی معمول و طبیعی قرار دارد. از دیگر سو، حمله هیستری گواه سازماندهی عالی تر همین حالت ثانوی است. صفحه 57. حمله در نخستین وهله ظهورش نشانگر لحظه استیلای این آگاهی خوابگونه بر کل هستی شخص است، یعنی نشانگر هیستری بسیار شدید است. حمله در موقعیت‌های بعدی حاوی یک خاطره است، بازگشت آن لحظه اولیه. شارکو قبلا اشاره کرده است که حملات هیستری شکل آغازین آگاهی ثانوی هستند. در طول حمله کنترل روی کل عصب رسانی تنی به آگاهی خوابگونه منتقل می شود. آگاهی معمولی همان گونه که از مشاهدات مطرح و شناخته شده برمی آید، گاهی به شکل کامل سرکوب نمی شود. ذهن آگاه حتی ممکن است از پدیده‌های حرکتی حمله نیز آگاه باشد، حالان که رخدادهای روانی توأم با آن کاملا از حوزه شناخت آن خارج هستند. همانطور که می‌دانیم، سیر معمول موردها هیستری از این قرار است: در آغاز محتوای فکری در خلال حالت‌های خوابگونه شکل می‌گیرد. وقتی این محتوا به قدر کافی جان گرفت، در خلال هیستری شدید بر فرآیند تحریک عصبی تنی و بر کل موجودیت و هستی بیمار تسلط می‌یابد و موجد نشانه‌های مزمن و بروز حملات می‌شود. سپس به استثناء بعضی مازادها محو می‌شود. اگر شخصیت طبیعی بتواند دوباره بر خود مسلط شود، آنچه از محتوای فکری خوابگونه باقی میماند در حملات هیستری تکرار میشود و هر از گاه شخص را به حالتهای مشابهی فرو میبرد، حالتهایی که خودشان یک بار دیگر تحت تأثیر قرار میگیرند و مستعد آسیب میشوند. در این صورت ممکن است میان دو گروه روانی که در وجود یک فرد واحد ترکیب میشوند نوعی حالت توازن به وجود بیاید. حملات هیستری و زندگی طبیعی شانه به شانه همدیگر بی آن که در هم تداخل پیدا کنند تداوم می‌یابند. حمله به شکل خودجوش رخ می‌دهد، همانطور که خاطره‌ها در ذهن فرد طبیعی زنده می‌شوند. اما درست همان گونه که هر خاطره‌ای را می‌توان بر حسب قوانین تداعی زنده کرد، می‌توان حالت حمله را نیز به وجود آورد. می‌توان با تحریک منطقه هیستریزا 20 یا به واسطه تجربه جدید به دلیل مشابهتش با تجربه بیماریزا این حمله را تکرار کرد. ما امیدواریم که بتوانیم نشان دهیم این نوع عامل تعیین کننده با اینکه ظاهراً هیچ شباهتی با هم ندارند، در جنبه‌های اساسی متفاوت نیستند، بلکه در هر دوی آنها خاطره‌ای به شدت زیبایی شناختی مد نظر قرار می‌گیرد. صفحه 58. در موارد دیگر این توازن بسیار بی‌ثبات است. هر زمان که شخصیت طبیعی دچار خستگی و ناتوانی شود، حمله به شکل مازاد آگاهی در حالت خوابگونه نمود می‌یابد. نمی‌توان این احتمال را منتفی دانست که در اینجا ممکن است حمله از معنای اصلی و اولیه خود تهی شود و بدون هیچ محتوایی به عنوان واکنش حرکتی تکرار شود. کشف عاملی که تعیین می‌کند شخصیت هیستریک در قالب حملات یا در نشانه‌های هیستریک و یا ملغمه‌ای از هر دوی آنها نمود پیدا کند، مستلزم تحقیقات بیشتر است. 21.